بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و اسفل الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اله یوم الدین قسمت 136 وششم از کتاب شریف کافی باب المشیت والاراده بودیم رسیدیم به حدیث سوم و در این ابواب اثبات این می شود که خدای تبارک و تعالی بر اساس اختیار و قدرت و سلطنت و مشیت واقعی عالم را ایجاد کرده و ربوبیت میکنه و همچنین انسان مختار در فعل خودش و خدا او رو قدرت داده که طاعت یا معصیت داشته باشه و به این جهت خودش رو به کمال برسونه برخلاف نظریات بشری که عالم را و اراده را و انسان را و خدا را به گونه ای تفسیر می که اختیار قدرتی در کار نیست جبره عالم بر اساس یک نظام علی و معلولی جبری و اخ... غیر اختیاری پیدا کرده و در جریانه رسیدی به حدیث سوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال عبدالله ابن سنان که چی؟ عبدالله ابن سنان میگه سمعته و یقول شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمودن امر الله ولم يشأ و شاء ولم یامر امر ابلیس ان يسجد لآدم و شاء ان يسجد و شاء لسجد و و شاء ان لا يسجد و لو شاء لسجد و نهى آدم عن اكل الشجره و شاء ان ياكل منها و لو لم يشاء لم ياكل فرمودند گاهی خدا امر میکند و نمیخواهد و گاهی میخواهد و امر نمیکند البته گاهی امر میکند و میخواهد مثل اینکه امر میکنه به عدالت به نماز و میخواد که چه نماز واقع بشه و ما عادل باشیم ولی گاهی امر میکنه و نمیخواد که واقع بشه چرا به خاطر این که اونجا که امر میکنه امر تشریعیه و لم یشع تکوینیه یعنی نمیخواد آنچه را که امر کرده بدون اختیار تو واقع بشه بلکه میخواد اگه تو به اختیار خودت انجام ندادی خب اونم انجام نشه خدا نمیخواد به زور انجام بشه خدا میخواد به اختیار خود انجام بشه پس امر میکند اما نمیخواد که به زور و بدون قدرت تو واقع بشه و و لم یعمور گاهی وقتا یه چیزی رو میخواد ولی امر بهش نمیکنه چرا چون میخواد به قدرت تو باشه به اختیار تو باشه مثلا شیطان را خدا میخواد که تقیانش سرکشیش سجود نکردنش واقع بشود چون خودش نمیخواد انجام بده و خدا به اختیار خودش واگذاشته و البته اگر خدا میخواد که شیطان مجبور باشه خب جبران دیش واقع میشد اگه خدا میخواست که سجده شیطان بدون اختیار خودش واقع شود خب معلومه کی میتونست با قدرت خدا مبارزه کنه پس اینها منافات با اراده خدا نداره چون بر اساس امتحان خلقه بر اساس اختیار خلقه به قدرت و اختیار خودشون واگذار شده مثال زدن حضرت امر ابلیس ان یسجد ل آدم امر فرمود ابلیس را که برای آدم سجود کند سجده کند و شاء ان لا یست جد. و البته خدا خواست که جلوش گرفته نشه اگر سجده نمیکنه خب سجده نکنه نه اینکه اگر نمیخواد سجده کنه بازم چیه به زور کمرش خم بشه و بدون اختیار سجده کنه نه خودم چه چیز نمیخواد و شا ان لا یسجد و خدا خواست که این اگه به اختیار خودش میخواد سجده نکنه سجده نکنه و لو شا ان سجد و البته اگر خدا میخواست که این سجده کنه حتی بلا اختیار خب معلومه خدای اراده میکرد کمرش خم میشد پیشونیش میخورد به زمین و حالت سجدش پیدا میشد ولی خدا نمیخواهد که از قدرت و اختیار او خارج بشه و نه آدم ان اکل شجره و خدا نهی کرد آدم را از اینکه این شجره را و این میوه را نخورد و شا ان یکل منها البته خدا خواست که اگه میخواد بخوره خب بخوره جلوش نگیرن مجبورش نکنن اختیارش از این نرود به اختیار خودش بخوره ولو شا علم یکل و البته اگر خدا میخواست که این حتی بدون اختیار نخورد نمیتونست بخوره فلج میشد میوه خشک میشد میوه از بین میرفت میرفت به آسمون از دست و خارج میشد خدا که میتونه همه کار بکنه ولی در افعال اختیاری که امر میکنه اینجوری نیست که حتما دیگه بدون اختیار ما واقع بشه نه همچین چیزی خدا نمیخواد حدیث چهارم فتحابن یزید جرجانی از امام رضا علیه السلام عن اب الحسن علیه السلام قال ان لله ارادتین و مشیتین فرمودند خدا دو رقم و دو گونه اراده مشیت داره اقسام مختلف داره گاهی اراده می کند چیزی رو و بدون برو واقع میشه اراده تکوینی در اینکه خدا خورشید رو اراده میکنه باشه قیامت در کی باشه این آقا فلج باشه یا فلج نباشه یه رقم نه اراده میکنه و میخواد واقع بشه مانند این که میگه نماز بخوان و دوستم داره که نماز خوندن واقع بشه و یه وقت هست که خدا اصلا نمیخواد به جو امر واقع بشه و به اختیار خودته ارادت حتمن و ارادت عزمن دو رقم اراده است یکی اراده حتم است. یکی اراده تصمیمی عزمی است ینها و هو یشا نهی میکنه اما چیه میخواد که واقع بشه مثل چی؟ مثل همین که نهی میکنه مثلا شیطان را از معصیت ولی یشاء و میخواهد که اگر شیطان به اختیار خودش معصیت کرد واقع بشه جلوش به زور گرفته نشه و یعمرو و هو لا یشاء و امر میکنه در حالی که نمیخواد مثلا شیطان را امر میکنه به این که تو سجده کن اما نمیخواد که این سجده حتما واقع شود حتی بدون اختیار شیطان نه به اختیار خودش واگذار شده او ما رأیت انه نها آدم و زوجته ان یأکلا من شجره و شاء ذلك نمیبینی که خدا آدم و زن او را نهی کرد از این که از اون شجره بخورن ولی خواست که بخورن اگه میخوان به اختیار خودشون بخورن بخورن در حالی که اگه میخواست مطلقا نخورن خب میتونه جلوشون رو بگیره دهنشون رو ببنده فلجشون کنه ولی به اختیار خودشون وا گذاشته و شاعکه، اگر به اختیار خودشون میخوان انجام بشود و لو لم یشع ان یاکلا لما غلبت مشیت و ما مشیت الله تعالی بله البته اگر خدا نمیخواست که اونها بخورن مطلقا حتی به اختیار خودشون خوب فلج میشدن نمیتونستن اینا بر خدا غالب شون و بیان چه اون شجره رو بدون خواست خدا بخورن یا مثلا خدمت شما عرض شود که به حضرت ابراهیم علیه و آله سلام میفرمان چه بچه را ذبح کن ولی خب نمیخواد بشه لذا چیه مشیتی و بر مشیت خدا غالب نمیشه هر کار میکنه نمیشه خدا اینجوری میتونه کار کنه ولی جاهایی رو که به اختیار بشر گذاشته اونجا دیگه خدا جلو نمیگیره بله زمانی که حضرت ابراهیم علیه و آله السلام میخواد حضرت اسماعیل رو ذبح کنه و خواست جلوش گرفته بشه حتی بالجبر و به اینکه از اختیار خارج بشه و لو شاء لما غلبت مشیعت ابراهیم مشیعت الله تعالی ولی البته اگر خدا میخواست که امری واقع شود دیگه ابراهیم کاری نبود نمیتونست با مشیت حتمی خدا مبارزه کنه نه مشیت حتمی نبوده از باب این بوده که اون فعل خودش رو انجام بدهد ولی خدا جلوشو میگیره میگیره دیگه نمیتونه بر مشیت خدا غالب بشه که برخلاف جایی که خدای تبارک و تعالی به شما امر میکند مثلا فرض کنید که این حیوان را ذبح کنید برای قربانی در حج و میخوادن واقع بشه جلو شما رو نمیگیره حدیث پنجم سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول شاء و اراد و لم یحب و لم خدا مشیت و ارادش هست در این حال دوست ندارد که اون امر واقع شود و رازیز به واقع شدن آن مثل کجا؟ شاء ان لا يكون شيء الا بعلمه خدا خواسته است که هیچ چیزی نباشد الا به علمش شراب خوردن شما به علم خدا باشد نه اینکه خدا جاهل باشه به شراب خوردن نماز خوندن شما به علم خدا باشه اینو که خواسته خدا همه چیز به علم او باشه و اراده مثل ذالک و دقیقا عالم را هم مطابق علم خود ایجاد کرده و لم یحب ان یقال ثالث و ثلاثه ولی یه چیزایی رو خدا چیه مشیت و ارادش تعلق گرفته است که اگر معصیت کسی بخواد بکنه واقع بشه ولی دوست نداره واقع بشه و کسی معصیت کنه مثل کفر مثل الحاد مثل وحدت وجود مثل ظلم مثل ظلم به امام معصوم و قصب حق او ولم یحب ان یقال و خدا دوست ندارد که گفته شود سالس و سلاستن خدا سوم یه اون ستاست مثلا خدمت شما عرض شود که خدا هست و بله حضرت مریم و مسیح سه تا خدا هستند مثلا خدا سومیه این دو تا اونم یکی سه تا خدا این شرک رو ق... دوست نداره ولم یرز لعباده کفر و کفر رو خدا میخواد واقع بشه اگه کسی بخواد به اختیار خودش ایجاد کنه ولی راضی نیست که بندگان کافر بشوند خدا به کفر رضایت نداره ولی میخواد که اگه کسی خواست انجام بده جلوش گرفته نشود حدیث ششم قال ابو الحسن رضا علیه السلام امام رضا علیه السلام میفرمایند قال الله ابن آدم به مشیتی کند خدا تبارک و تعالی فرمود ای فرزند آدم به مشیت من موجود شده ای من تو رو خلق کرده ام اگه من نمیخواستم تو نبودی کنت انت الذی تشاء لنفسک خب پس به مشیتی کند اصل وجودت رو من خلق کردم ولی انت الذی تشاؤل نفسک فکر نکنی که مشیت تو را هم من جبران قرار میدهم اگر تو میخوای عادل باشی یا ظالم باشی این ظلمت تو را من و به مشیت خودم میخواهم و ایجاد کردم نه تویی که به قدرت و اختیاری که بهت دادم برای خودت انتخاب میکنی انت الذی تشاء لنفس کن ما تشا دیگه به اختیار تو گذاشتم امور طاعت و معصیت را و به قوتی ادیت فرائضی در عین حال بدونی که اگر هم رفتی و عدالت داشتی تاعت داشتی فکر نکنی که در مقابل من قد علم کردی ذهنت را فکرت را عقلت را خب من بهت دادم منم که به ذهن تو میندازم که اهل طاعت باشی منم که در وجود تو قرار دادم که از قبائه عقلی پرهیز کنی منم که به تو قدرت داده هم که به در خدمت امام معصوم علیه السلام باشی به قوتی ادیت فرائضی اگه من اینا رو بهت نمی دادم ذهن تو بهت نمی دادم عقل بهت نمی دادم فلجت می کردم. تو می در رکاب معصوم شهید بشی و به نعمتی قوی تعالی معصیتی و این نعمت من است که تو در راه معصیت به کار میبری. من نعمت عقل و فکر و ذهن و هوش را به تو داده ام که در راه طاعت معصوم به کار ببری ولی تو چیه؟ همینه ها را در راه معصیت به کار میبری نعمت هایی که به تو داده ام برای کمالت در راه چیه؟ شقاوت و بدبختی خودت به کار میبری جعل تو که سمیعن من به تو گوش دادم بسیرن من به تو چشم دادم قویان من تو رو رشد دادم که قوت پیدا کردی و الا اگر از وقتی به دنیا آمدی سمیع نبودی بسیر نبودی گوش نداشتی چشم نداشتی رشد نمی کردی با من که نمیتونستی این بارزه کنی هیچ کاری نمیتونستی انجام بدی نه تا نه اینها رو من اسبابش رو برای تو فراهم کردم ما اصابک من حسنتن فمن الله حواست باشه هر خوبی به تو میرسه از خداست چرا؟ چون خداست که تو را به گونه آفریده است که حسن و قب عقلی رو میفهمی ذهنت و هوشت کار میکند علم و قدرتت به کمک تو میآید پس اینی که نماز میخونی سر ما منت نذار هوشتو بد نمیدادیم گوشتو بد نمیدادیم چشم تو بهت نمیدادیم زبان تو بهت نمیدادیم چی طاعت میتونست انجام بدی با نعمت هایی که خودمون بهت دادیم دیگه سر ما منت نذار اگر کار خوبی میکنی از خداست این همه مقدمات این همه توفیقات این همه اسباب را خدا بهت داده تا تو نیستی یک قدم در راه خیر برداری و ما که من سیعتن من نسک و برعکس هر بدی که به دست می آوری مال خودته چرا؟ به خاطر اینکه نعمت خدا را چشم و گوش و هوشی رو که خدا به داده عقل و فهم و شعوری که خدا به داده اومدید در راه معصیت خدا به کار بردی پس بدی ها فقط مال خودته خوبیات مال ماست بدیات مال خودته نه اینکه خوبیات تو تو انجام ندادی ها جبر نیست ولی با اون همه التاف و نعمت ها و مقدماتی خدا بهت داده من سر خدا نذار اگر یه نفر دوتا فرزند داشته باشه و به هر دو اینها انواع وسائل فهم و شعور و درس خوندن و تقوا و اینها رو عنایت کنه معلم خوب براشون ببینه از کودکی که به دنیا میان هیچی نمیتونن انجام بدن مادر بزرگشون بکنه پدر کمکشون بکنه به راه کمال برون بعد یکیشون از این نعمت ها استفاده کنه به کمال برسه یکی بره نمیدونم دزد قاچاق چیه خدمت شما شود ظالم ناسبی دشمن اهل بیت علیه السلام شود اینجا چی بهش میگن مردم مردم به اون یکی میگن هر داری از این پدر مادر خوبه اگه پدر مادر تو تو رو همین که به دنیا آوردن تو سطح آشغال مینداختن که تو نبودی اگر تربیت نمیکردن تو جنگل مینداختن تو میمون میشدی هر چی خوبی داری از بابات بدون از ننت بدون قدرشون رو بدون نه اینکه تو درس نخوندی بابات برای تو درس خونده مادرت برای تو نماز خونده نه ولی اینهایی که داری قدرش رو بدون که پدر و مادر به تو داده اند و راه رو برای تو هموار کرده اند و اگر التاف و عنایات اونها نبود تو الان این کارا رو هم که نداشتی پس هر چی خوبی داره مال باباته این یه حرف عاقلانه عرفیه و کاملا درسته ولی اون یکی دیگر رو میگن چی میگن خاک تو سرت چقدر نعمت های پدر و مادر را کمک های پدر مادر رو زایع کردی همه از بین بردی هر بدی داری مال خودته و ذالک انی اولا به حسنات کمین اینا همش به جهت اینه که من اولا به حسنات تو هستم کمال اون فرزند متقی متدین قبل از این که به خودش بخواد منتصب باشه به اون پدر مادری منتصبه که اینو بزرگش کردن و رشدش دادن و راه نشونش دادن و انت اولا به که منی ولی نسبت بدیات خودت اولا هستی از من چون من نعمت دادم که تو استفاده در راه صلاح خیر بکنی تو برخلاف استفاده کردی و ذا انی و اننی لا اسالو اما افعل و هم یسالون میدونی برای چی اینجوریه به خاطر اینکه من هیچگاه مورد نقد و اشکال و سوال واقع نمیشم که چه کرده ام چرا چون من همیشه بهترین مصالح بندگان رو براشون تقدیر میکنم کی میخواد منو مؤاخذه کنه مؤاخذه نسبت به کسی است که گای کار خوب گای کار بعد انجام میده لذا میگیم چرا کار بد انجام دادی یا جاهل یا عاجز یا ظالم خدایی که نه جهل داره نه عجز داره نه ظلم داره در کدوم محکمه میخوان مثلا بیان محاکمهش کنن برای چی اصلا میخوان محاکمش کنن کسی که هیچ کار کار زیش انجام نمیده کار خلاف حکمت انجام نمیده از من که نمیشه کسی سوال کنه و هم یسالون ولی از این بندگان سوال میشه که چه کار کردید چه کار نکردید چون اینا گای کار خوب گای کار بد انجام میدن حالا این رو متاسفانه باز فلاسفه عرفا و صوفیه چطوری معنا میکنن میگن خدا مالکه مالک اختیار ملکشو داره خب این حرف باطلیه یعنی چه خدا مالک اختیار ملکشو داره خدا اگه حالا که مالک از همون اول آدم خوب رو تو جهنم خلق میکرد مردم رو بدون امتحان تو جهنم خلق میکرد میگفت من مالک شما هستم دوست دارم بسوزید کار خوب بود ده خدا مورد سال واقع نمیشد سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته خدا منزه است چون که به عهدی ظلم و ستم نمی کنه. نه اینکه چون مالکه اینا حرف های نادرستی است که به جهت فاصله گرفتن از مکتب اهل بیت علیهم السلام این فلاسفه و عرفا و صوفی و مکتب سازها بهش گرفتار شدن ان شاء الله بقیه اش جلسه بعد باب الابتلاء والاختیار و باب ابتلاع جلسة <applause> بعدم ان شاء الله باب الابتلاء والاختبار وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد